در همهمه خیابان امیرکبیر، خیابانی فرعی با نام ناظم الاطباء از گذشته‌ای نچندان دور پا برجاست. ناظم الاطباء میدونید کی بوده؟ نه نمیشناسم. پزشک بوده، بعد اینجا مقیم بوده. یکی دو سال قبل از انقلاب به شکل این فعلیش در اومد، قبلا به این شکل نبود. سالهای قبلش که اینجا چند تا مسافرخونه بود، نونوایی بود، عرضم بزرشا که قهوه خونه بود. در قدیم اینجا مورد مراجعه مردم بوده، میمدن دکتر و هم منزل دکتر اینجا بوده و هم مطب بیشتر اینجا بوده. ناظم الاطباء اواخر دوره قاجار، یعنی حدود 160 سال پیش زندگی میکردن، چه در زمینه طبابت و طب و چه در زمینه فرهنگ فارسی. ایشون خدمات زیادی انجام دادن، حتی در خصوص فلسفه، فیزیک. همچنین یکی از کارهایی که ایشون انجام دادن، پزشکان گرد هم جمع کردن تا بتونن در مورد مسائل مختلف و به خصوص پزشکی اون موقع اظهار نظر بکنن. یه نوع کمیسیون پزشکی، تقریبا مثل کمیسیون پزشکی فعلی. علی اکبر نفیسی، ملقب به ناظم الاطباء، اولین بیمارستان به سبک مدرن رو در تهران پایه‌ریزی کرد که اولین مریضخانه دولتی که همون بیمارستان سینا بوده افتتاح میشه، که مدت 8 سال هم ایشون ریاست بیمارستان سینا رو به عهده داشتن. بعد عازم مشهد مقدس میشن و دومین بیمارستان به سبک اروپایی رو به عنوان مریضخانه آستان قدس در مشهد مقدس تأسیس میکنن. حدود 125 سال قبل تهران وبا میاد. ناظم الاطباء جزء معدود پزشکانیه که تو تهران میمونه و تاریخ شکن کردن این بیماری از تهران نمیره. فرزند دوم ناظم الاطباء، استاد سعید نفیسی، هم در همین محل، محله دولت تهران قدیم، به دنیا آمد. ناظم الاطباء نقش مهمی در امضای فرمان مشروطیه در دوره مظفرالدین شاه داشتن، چون که نزدیکترین شخص به مظفرالدین شاه بودن. بعد از ایشون، وقتی پسرش محمد علی شاه به سلطنت میرسه، اولین کاری که میخواد بکنه اینه که بگه که فرمان مشروطیه در زمانی امضا شده که شاه در سلامت کامل نبوده، که از ناظم الاطباء میخواد گواهی صادر بکنه و اینو تو گواهی بنویسه که حتی بهت پول میدم و پست و مقام میدم که این گواهی حتما برای من امضا بکن. اما ناظم الاطباء این کار انجام نمیده و حتی دانشجوهاش و اطبای دیگه هم به تبعیت از استاد این کار قبول نمی کنن و فرمان مشروطه پابرجا میمونه. آرامگاه ناظم الاطباء و پسرش سعید نفیسی در بقعه سر قبر آقا در خیابان مولوی قرار دارد.